کشور پاکستان در سال 2022 میلادی با یکی از بدترین سیل‌های تاریخ این کشور مواجه شد که به گفته مقام های این کشور بیش از 31 میلیارد دلار به پاکستان آسیب زد. اکنون و در جریان کنفرانس بین‌المللی اهداکنندگان در ژنو به میزبانی پاکستان و سازمان ملل متحد با هدف جلب حمایت جامعه جهانی برای سرزدگان پاکستانی بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی ارائه بسته مالی 6.2 میلیارد دلاری به دولت اسلام آباد را اعلام کردند. همکار علی اکبری گزارش دهد. کنفرانس بین المللی اهدا کنندگان با سخنرانی نخست وزیر پاکستان و دبیر کل سازمان ملل روز گذشته دوشنبه در ژنو با حضور مقام های کشورهای مختلف رؤسا و نمایندگان نهادهای بین المللی برگزار شد. وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد هدف از کنفرانس ژنو جلب حمایت جامعه بین المللی از مردم سیل زده است و پاکستان برای حمایت از مردم آسیب دیده برای دریافت حد اکثر حمایت از جامعه بین المللی به تلاش های دیپلماتیک خود ادامه می دهد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با تاکید بر نیاز کشورش به کمک های بشر دوستانه جهت مقابله معصر با ویرانگری های سیل بی سابقه و تاثیرات پدیده تغییرات آب و هوایی اعلام کرد. اسلام آباد متحد به استفاده شفاف از کمک های جهانی برای بهبود وضعیت سیل زدگان است. به افزود هیچ کوتاهی در هزینه درست دقیق و شفاف کمک های جهانی در پاکستان صورت نگرفته و نظارت ملی و بین المللی بر نحوه استفاده از کمک های بشر دوستانه اعمال خواهد شد. در همین حال بانک جهانی دو میلیارد دلار و بانک توسعه اسلامی نیز چهار ممیز دو میلیارد دلار کمک برای سیل زدگان اعلام کرد. چین نیز بسته مالی 100 میلیون دلاری را برای آسیب دیدگان ناشی از سیل در پاکستان ارائه خواهد داد. فرانسه نیز در جریان کنفرانس بین المللی اهدا کنندگان کمک 10 میلیون دلاری و آلمان نیز 82 میلیون یورو برای بهبود وضعیت سیل زدگان پاکستان اعلام کرد. اتحادیه اروپا نیز 93 میلیون یورو کمک مالی به پاکستان اختصاص خواهد داد. گفتنی است طی چند ماه اخیر برخی مؤسسه ها و مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع و آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزلو از جمله مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام در چند نوبت مختلف با همکاری دیگر مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه کمک هایی را برای سیل زدگان پاکستان ارسال کرد. لازم به ذکر است مقام های پاکستانی پیشتر اعلام کردند که به حدود سی میلیارد دلار برای تامین نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت سیل زدگان سال گذشته که حدود 1700 قربانی گرفت نیاز دارند بیش از 33 میلیون نفر به دلیل وقوع سیل بزرگی که تابستان گذشته در پاکستان رخ داد آسیب دیدند علی اکبری اخبار شیعه